آیا تفوق روحانیت در انقلاب ایران ناگزیر بود نیروهای سیاسی دیگر می توانستند مانع روندی شوند که روحانیت سیاسی را در رأس انقلاب قرار داد؟ سلام من داریوش کریمی هستم در جنبش ملی کردن صنعت نفت ایران روحانیون سیاسی تلاش کردند رهبری محمد مصدق را به چالش بکشند اما تلاش آنها ناکام ماند در انقلاب بهمن نتیجه متفاوت رقم خورد چرا در جامعه ایران در فاصله این دو فوران سیاسی چه رخ داده بود که باعث شد آیت الله خمینی در رهبری انقلاب رقیب باشد فضای سیاسی و آرایش نیروها در طول دو سال قبل از انقلاب سخت ملتهب بود. بخشی از این التهاب ناشی از عدم قطعیت نسبت به آینده بود. هنوز معلوم نبود آیا نظام سلطنتی خواهد توانست اوضاع را کنترل کند یا نه. و هنوز معلوم نبود نیروهای سکولار چه ملی و چه چپ تا چه حد خواهند توانست موازنه قوا را به سود خود تغییر دهند. آیا در این دوره پرتلاتوم نیروهای سیاسی مختلف می توانستند طوری عمل کنند که روحانیت را از رهبری انقلاب باز دارند یا نه اون چه که رخ داد به گفته ای ناگزیر بود چرا که ایرانی ها یک حکومت به روحانیون بدهکار بودند این موضوع را با مهمان های این هفته در میان می گذاریم در پنل اول شهریار آهی تحلیلگر سیاسی و مهدی فتاپور فعال سیاسی آقای فتاپور در زمان انقلاب عضو کادر رهبری سازمان چریکای فدایی خلق بود و مخاطبان اونها کیانوش بوستانی دانش آموخته علوم سیاسی و احمد زرین آباد دانش آموخته فنی خیلی خوش آمدید آقای آهی آیا, آیا نیروهای سیاسی چه نیروهای حاکم چه اونها که در مخالفت با نظام سلطنتی بودند میتونستن طوری عمل کنند که در طول یکی دو سال قبل از انقلاب اوضاع به نحو دیگه ای رقم بخوره و آیت الله خمینی رهبری انقلاب رو عهده نگیره بله من اینطور فکر می کنم اول یه ملاحظه روش شناختی رو عرض بکنم همیشه سوالای اینجوری وقتی که می کنیم راجع به گذشته اتفاقی که افتاده نمیشه ثابت کردی هیچ بله. حرفی رو ولی میشه گفت فاکتورهای اساسی که درش اثر داشتن اگر این فاکتورها عوض میشدن مثل سیاست های افراد، نیروهای های سیاسی خاص اون وقت چه اتفاقی میافتاد؟ چه چیز باز... باید, عوض می چه رفتار سیاسی باید عوض می از جانب چه نیروهایی؟ مسلما اون کسی که بیشترین قدرت رو در دست داشت زمام امور <تصفح> کشور رو در دست داشت بیشترین رول رو میتونست بازی بکنه و اینی که او چه تصمیماتی گرفت و چه رولی رو بازی کرد مؤثرترین فاکتور هست داستان انقلاب ایران داستان نظامی است که یک فرد پادشاه ایران تمام تصمیمات رو میگیره تا تعیین تا تا مقام یک سرگرد خودش انت... تصمیمات رو میگیره تا عملکرد یک کارخونه و ناگاهان ظرف یک سال تصمیم میگیره که دیگه تصمیم نگیره راجع به مهمترین مسائل کشور راجع به امنیت کشور اگر هم رولی بازی میکنه این دیگه شواهدش الان زیاد هست در مقابل نیروهای امنیتی و بعضا نظامی خودش قرار بگیره یعنی منفعل بکنه رئیس سازمان امنیت خودش تیمسار نصیری رو به زندان میندسه نخست وزیر 13 سال خودش آقای خوبیدار رو به زندان میندازه مسعود رجوی چریک مسلح دشمن قسم خورده خودش رو از زندان آزاد میکنه این خیلی مثال این... سمبولیکیه زندان کردن تیمسار نصیری و آزاد کردن مسعود رجوی فکر میکنید این چرخش یعنی قاطعیت نشون ندادن باعث شد که روحانیت در رهبری انقلابی ایران قرار بگیره مسلما ما مرزه بکنین روحانیت طبقه محافظ همه جای دنیا روحانیت ایران هم انقلابی نبود مثل دیروزه که نشستم کنار آیت الله شریعت مداری و ایشون میفرمایند که سلسله مراتب حکومت دنیاوی و روحانیت موازی هستند انگشتاشون رو هم اینجوری کردن متقاطع نیستن ما مثل تسنن مقاماتی مثل غازی و غزاد مفتی نداریم روحانیت ایران شما اون موقع اگه میرفتی این شهر قوم آیات سلاس همه چیز بودن دستگاه روحانیت بیشتر دست اونها بود هیچ کدوم از اینا انقلابی نبوده همهشون میخواستن تکیه بکنن به پادشاهی مثلا این فتوا اینی که این سلطان هم سلطنت هم نباید باشه شاید آقای خمینی اولین و آخرین مرجعی بود که همچه حرفی رو روحانیت میخواستن تکیه به پادشاهی بکنند که سیاست هایی رو داشته باشه که بیشتر نزدیک به طرز فکر اونها هست و مسلما پادشاه میتونست با همکاری با اونها و نیروهای دیگر سیاسی راهی رو انتخاب بکنه که انقلابی نباشه اما باید محکم در هدایت این انتقال خودش رولی رو بازی میکرد نه اینکه وان فیل باشه خیلی کوتاه در مورد نیروهای سیاسی دیگه چه میشه گفت شما معتقد هستید پادشاه قاطعیت نشون نداد و این باعث شد آیت الله خمینی در موقعیت رهبری قرار بگیره آیا نیروهای سیاسی دیگه کاری میتونستن بکنن به شرط اینه که پادشاه با اونها برای یه انتخابات واقعا آزاد مثل امروز ایران اگر خامنه ای بیاید و واقعا سعی کنه خودش از قدرتی که داره برای انتقال قدرت به نمایندگان واقعی مردم این کار رو هدایت بکنه، خب انقلاب نمیشه اگه نکنه میشه. یعنی جامعه در یه جایی قرار گرفته که یه حکومت یک نفر دیگه پاسخ نمیده. باید انتقال پیدا بکنه و تنها جایی که میتونه ثبات پایدار پیدا بکنه انتقال به نمایندگان مردمه بلد. خب این کار رو میشه انجام داد چرا نمیشه و معتقدید که اون موقع این امکان بود که نیروهای سیاسی اپوزیسیون با نظام سلطنتی یک اطلافی بکنن برای اینکه مانع رهبری روحانی بنده فکر می که نهضت آزادی جبهه ملی اگه فکر میکردن یک پادشاه مصمم هست که انتقال بده قدرت رو به نمایندگان مردم و انتخابات آزاد بذاره و دو مصمم هست جلوی اونهایی که مخل اون هستن رو بگیره و میخواد بیسته بله وارد این بازی میشود اجازه بدید ببینیم آقای فتاپور نظرشون چه هست این, این سوال شما رو من با جواب آره یا نه جواب نمیتونم بدم این برمیگرده به اینکه در کدوم مخته و بل. کدوم نیروها مقاطع مختلف ما و در دهه 50 ولی قبل از اینکه اصلا به مستقیم به جواب سوال شما بپردازم من چند تا موضوع رو که فکر میکنم پیش زمینه این بحثه و موزه داشتن نسبت به اونها کمک میکنه که بتونیم با این سوال تماس بگیریم مختصر بهش اشاره میکنم بسیار در حدی که وقت در با... حدی که وقت باشه و حالا که, که نرسید دوره اول در دوره بعدی تکمیلش میکنم اولین موضوع اینه که روحانیت به کدوم نیروهای اجتماعی اصلا تکیه داشت کیا نیروش بودند دومی اینه که چرا رژیمش فرو فروپاشید جا به جای قدرت صورت نگرفت. رژیم شاه فرو پاشید چرا این اتفاق افتاد سومی هم مستقیم این که چرا در رقابت بین نیروهای سیاسی روحانیت هژمونی پیدا کرد و دیگران نتونستن حریفش بشن از رژیم شاه تا از خود رژیم تا نیروهای اپوزیسیون دیگه در مورد موضوع اول خب روحانیت و نیروهای اسلام در ایران یک نیروی جدی سیاسی بودند همیشه وجود داشتند و یک اخشاری از جامعه که گفته میشه اخشار سنتی اینها همیشه نیروی روحانیت بودن بازار میدون یه بخشی از جامعه همیشه طرفدار روحانیت بودن و هر جور تحول صورت میگرفت روحانیت یکی از پای تحول بود قطعا اینجوری بود ولی خب مثلا در جریان 28 مرداد ما ببینیم چهار تا نیروی سیاسی وسط میدونن به طور جدی دربار چپ حزب توده نیروهای ملی مصدق و آی کاشانی و اینا. بله. یکی از نیروهاست در طی دهه چهل و پنجاه اتفاقی که در ایران افتاد این بود که نیروهایی که پای روحانیت بودند در اثر رشد جامعه تحت فشار قرار گرفتند هم موقعیت اجتماعیشون هم به خصوص فرهنگی فرهنگی تو جامعه رشد کرد که روحانیت احساس میکرد که داره زیر سوال میبردش و این منجر به این شد که این بخش از جامعه هم موقعیتش تضعیف بشه و همین که نسبت به تحولات موضع تندتری بگیره و در درون جریانات روحانیت ما ببینیم جا جایی صورت میگیره یعنی جریان آقای خمینی در دهه 40 اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 به طور دائم موقعیتش میون خود روحانیان تقویت میشه یعنی کسانی که رادیکال‌تر می‌خوان میخوان علیه رژیم مبارزه کنن که معتدل ترن به سایه شریعت مداری دیگران تضعیف میشن این عامل اول یه اتفاق ولی اینجا میفته یه طرف جامعه روحانیت تضعیف میشه یه طرف بعد از رفرم یک بخش وسیع از نیروهای روستایی میان شهر اینا نسل میلیونی میان شهر و اینها در اون دوره انقلاب نسل اول این نیرو است. هنوز با فرهنگ شهری تماس نگرفتن اینها به شدت تحت فشارند، تفاوت طبقاتی رو بیشتر از همه احساس میکنن فقیرترینن اصلا ارتباطی با حکومت ندارن ناراضی ان معتقد اینا پشتوانه روحانیت میشه. و روحانیت شرایط سیاسی به گونه ای پیش میره که این نیرو رو میتونه جلب بکنه و با اینکه در پایگاه های سنتیش تضعیف شده بود در جامعه با جلب این نیرو یه نیرو میلیونی میاد پشتش بعد میتونه که تحول پیش بره. این در مورد پایه اجتماعی دومین موضوع این که چرا رژیم فرو جامعه ایران در دهه 40 و 50 رشد کرد اخشار جدید به وجود اومدن به خصوص دهه 50 بالا رفتن پول نفت اخشار میانی دانشگاه چند برابر شد دانشجوها تحصیل کرده ایران چند برابر شدن سطح زندگیشون بالا رفته این اخشار جدید که اومدن به خودشون اعتماد به نفس دارن اینها دیگه میخوان در حیات سیاسی شرکت بکنن در عین حال که اینا اومدن تو جامعه رژیم درست برعکس حرکت میکنه یعنی در این دوره ما میبینیم استبداد فردی یا حکومت فردی تشدید میشه همه چی بیشتر به شاه وصل میشه همه چی بیشتر از بالا تصمیم گرفته میشه تمرکز میره بالا و این اقشار که خب امتیاز دارن در جامعه و میخوان شرکت بکنن میبینن ناراضی هستن اینا بیشتر اقشار شهری هستن این خالش. چه ربطی به قدرت گرفتن روحانیت نه فعلا خود رژیم شاه رو من میگم یعنی رژیم شاه که امکان رو داشت در اثر رشد این اخشار بشن پایش مانه. و در بحران بتونه اینها رو برای دفاع از خودش بیاره تو میدون خود اونها که امتیاز پیدا کرده بودن خود اونها ناراضی بودن مدیرها تحصیل کردهگان کردگان کسایی که وسط زندگیشون بالا رفته بود ناراضی بودن چون مشارکت نرشن انتخابات اصلا معنی نداره سال 53 اوج موقعیت رژیمه یعنی سال 53 پول نف رفته بالا رژیم در محکم موقعیتشه تمام امکانات در اختیار رژیمه که فضا رو باز کنه یعنی سال 53 زمان اصلاحاته بره. یعنی رژیم اگر باز میکرد فضا رو هم این اخشار رو جلب میکرد یعنی پایه اجتماعی برای خودش میسا هم, هم, میموند بره. هم انتخابات رو یعنی سیزده اسفند پنجا کلید انقلاب بهمنه از اونجا پروسه شروع شده از سیزده اسفند پنجا که شروع میشه روند تمرکز بیشتر درست نقطه ایه که جامعه ایران عکس اون احتیاج داره و درست مسیر برعکس میره رژیم خودش رو نابود میکنه بسیار خوب بعد میتونم ادامه بدم یا بحث بعدی بوستانی اجازه بدید من سوال اولم رو از آقای فتاپور مطرح کنم در مورد پای اون پایه اجتماعی که شکل گرفته ببین از دهه 23 یه طبقاتی به تدریج شکل میگیرن در روند این اصلاحاتی که پهلوی اول پهلوی دوم پی میگیرن که اینها خب توی ادبیات سیاسی طبقه متوسط حالا با تمام گنگی که این واژه داره گفته میشن مدیران کارمندان پرستاران و غیره و غیره شما فکر میکنم یه تناقض ظریفی توی فرمایشتون هست از یه طرف اشاره میکنید اونهایی که از روستا به شهر اومده بودن یعنی روستایی‌ها یا ریشه کنده شده آمدن حالا میشن پیاده نظام و اطلاع خمینی به خاطر اشتباهات در واقع میشه گفت استراتژیک اجتماعی رژیمشو من اجازه بدید به یه تحقیقی اشاره بکنم که کمتر هم خونده شده آقای آصف باید تحقیقی کرده به نام سیاست خیابانی و اونجا به خوبی و خیلی با فکت و در واقع واقعیت نشون میده که نه اصلا اون طبقات اجتماعی اون از ها اون هاشی ها فرو دستان شهری اصطلاحا خواستار انقلاب نبودن حتی یه پرسپکتیو بزرگی برای انقلاب نداشتن مسائل روزمرهشون رو میخواستن پیش ببرند. داشتن خونه بهتر داشتن فضای بیشتر چجوری اون روحانیت سنتی که پایگاهش به هر حال همون روستاییون و همون هواشیه میتونه این بار طبقاتی رو مخاطب قرار بده که اصلا سبک زیستشون از دهی سبک زیست سکولاره سبک زیستیه که برای روحانیت ارتباط کمتری داره اون افرادی که اومدن توی خیابون واقعا و شدن پشتیبانی چیز روحانیت آیا واقعا اون هاشه نشین ها بودن؟ یا همین طبقات متوسط شهری که این بار تی یک گفتمانی که سه چهار دهه تو ایران شکل گرفته بود اینا تبدیل شدن به نیروی انقلابی و خاص انقلابی داشتن بله, بله, بکنم. بله. ببینید سال این نیروها همین چه که شما مطرح میکنید نیروهایی بودن که مسئله اجتماعی سیاسی تجربه نداشتند اینا نیروی پایگاه جدی یک جریان سیاسی نبودن شرایط در این مرحله هاش نشینان شهریه که میلیونی بودند بله دی اینها تونست تونس روحانیت جلب بکنه یعنی دلایلش ولی چرا اینجوری شد من مطرح کردم سال 53 گفتم جواب قطعی دیم. سال 53 تا 56 رژیم شاه این امکانو داره که اصلاحات بکنه اگر اصلاحات میکرد نیروهای مختلفی میمدن وسط میدون اگر رو همینطور که صحبت شد برای اون چیزی که اتفاق نیفتاد نمیشه قطعی گفت اینا فرضی است ولی فرضیه که بر مبنای جاهای بزارد. دیگه ای که به خصوص اتفاقات مشابهی که در کشورهای مشابه در جهان دیگه اتفاق افتاده عمل شده میشه مطرح کرد یعنی مثلا در کشور فرض کنید کشور آمریکایی لاتین به خصوص در یک کشوری مثل شیلی که در اون کشورها رشد وجود داشته می‌بینیم که عقب نشینی صورت میگیره خود رژیم فضا رو باز میکنه بعد یه ترکیبی از نیروهای سیاسی اونجام هم هستن اونجا ضد نیروهای رادیکال هستن ولی وقتی روند به این شکل پیش میره نیروی طرفدار احزابی که خود رژیم ساخته به اضافه نیروهای لیبرال یا بعضی جاها لیبرال اینا قدرت رو میگیرن در ایران در اون زمان اگر اتفاق میافتاد نیروهایی که شانس داشتن جبه ملی بود همون وضعیت بیسشو نهضت آزادی بود اینها در یک روند سیاسی میتونستن رقابت بکنن و خود نیروهای وابسته به رژیم بودن روحانیت هم یکی از نیروهای جدی بود ولی نبود بتونه قبضه بکنه این روند تا 56 ادامه داره یعنی هنوز تا مثلا من اگر مختب بخوام بزنم 19 دی 56 میزنم در 19 دی ماه 56 یعنی روزی که تزارات قوم شروع میشه تحت اعلامیه خمینی رو علیه اون مقاله رو مینویسن بله. تا اون زمان شرایط انقلابی نیست در ایران معتقدید از دی 56 به بعد دیگه مشخص بود که آیت الله خمینی نه نه نه. داره از پس... دی 56 به بعد مشخص بود که اپوزیسیون نیرومند و رژیم همه کاره نیست هنوز رقابت ادامه داره زمانی که خمینی مسلط شده زمانی که میره به سمت فروپاشی تحول رادیکال میشه امکانات مبارزه سیاسی میره عقب یعنی تابستون 58 که من مخته بزنم میذارم شهریور 58 از شهریور 58 دیگه قطعی است اجازه بدید یعنی با آقای خمینی برسیم سوالای شما آقای بوستانی حتما جواب خواهد گرفت ولی معتقدید که یکی از دلایلی که ایران مسیری شبیه بعضی از کشورهای آمریکای لاتین رو طی نکرد این بود که در ایران اوزا رادیکال شد به این دلیل که نظام سلطنتی عقب نشین نمیکرد و رادیکال شدن اوضاع باعث شد که روحانیت سیاسی به قدرت برسه به اضافه اینکه بله. در شرایط رادیکال نیروهای دیگه نتونستن و نمیتونستن رقابت کنن رقابت که بهش میپردازن من فکر می کنم هم جناب آقای آه شهریار آهی هم جناب آقای فتاپور بیشتر بر پای فرضیه ها و مثلا بیان میکنن نه بر پایه واقعیت ها شما اگر ببینید بعد از فتح تهران و تشکیل مجلس دوم دو شورای ملی باید پنج مشتری تراز اول نظارت میکردن بر مصوبات مجلس یعنی روحانیت از بیش از سال 1997 در صحنه سیاسی ایران تاثیرگذار بوده این وقتی برمیگردیم به اون موقع میبینیم که مدرس یکی از اعضای این هیئت پنج نفره است پس اینکه روحانیت در جامعه ایران پایگاه سیاسی نداشته چرا روحانیت در طول این مدت بارها از سیاست کنار رفت به لحاظ مراجع تقلیدی که آمدند اما بعد از ظهور آیت الله خمینی روحانیت کاملا سیاسی شد چون آیت الله در اولین درسش در نجف میگه اسلام برای زندگی برنامه دارد اسلام یک دین سیاسی است و برای سیاست هم برنامه دارد یعنی اعلام میکنه که ما برای حکومت میخوایم ایران بریم سوال چه هستون به آقای زرین من سوالم این هستش که جناب آقای آهی و هم جناب آقای اینکه میان این مطالب رو از موضوع انقلاب مطرح میکنن بگن که این روحانیت از کجا توانست تناب انقلاب رو در دست بگیره و تناب حرکت های مردمی در دست بگیره و چرا اینطور شد که روحانیت تونست این اختیار در دست بگیره چرا نیروهای اپوزیسیون مثل اوبوز نهضت ملی مثل جبهه ملی اینها نتونستن در بخشی از سال بسیار مهمی بخشی از پاسخ این سال آقای فتح پور در تحولاتی که در اجتماع در اون دوره رشد سریع اتفاق افتاد دادن من با سابقه رسانه خودم یه چیزی رو اضافه بکنم ببینید در ایران تحولات بزرگی که اتفاق افتاده همیشه گفتمان غالب ده بیس سال قبل از اون تحول سرنوشت رو ساخته انقلاب مشروط هم همین بود چرا گفتمان سیاسی در ایران دینی شد در ده سال آخر قبل از انقلاب بخصوص ببینید نظام جلوی همه گونه ارتباطات رو گرفته بود یه نفر نویسنده نمیتونست حتی کتابی که میخواد بخونه رو دستش بیاد بخونه چه برسه کتابی رو بنویسه که مردم بتونن بخونن. الا مسجد مسجد راهش باز بود و همین روشن فکران میتونستن کفشون رو بکنن بشونن توی مسجد و با دورترین نقاط این کشور پهناور صحبت بکنن وقتی که کانال ارتباطی سیاسی همه جا بسته شد الا مسجد گفتمان هم گفتمان دینی شد رنگ و بوی دینی به خودش گرفت عد شد عدل علی و این تحول رو میبینیم در جامعه روشن فکری ایران همیشه آب میره به اون سمتی که راحتتر از حرکت بکنه و اونجا در کانال های ارتباطی مسجد بود اگر اینطور نشده بود وقتی هم که یه تحول به وجود میامد تنها قهرمانانی که مردم روی دوش خودشون حمل میکنن الزامن روحانیت نمی همه جماعات تهران و شهرستان ها اصلا مخالف آیت الله خمینی بودن یعنی در حرکت سی... روحانی, سی... روحانی سی... روحانیونی که... به مسائل سیاسی علاقه من بودن گام بر نمی یعنی مساجد در اختیار آیت الله خمینی نبود این را من خودم عرض کردم در قسمت اول صحبتم که بیشتر روحانیت انقلابی نبود فقط میخوام بگم چرا گفتمان سیاسی دینی شد؟ من به این سوال مشخص که شما کردید میخواستم پاسخ بدم و الا اگر نشده بود قهرمانان میتونستن نویسندگان باشن میتونستن حتی مثل هند ستاره های سینما باشن ولی این پلورالیزمی که میتونست قائم بشه به این تحول بزرگ سیاسی از بین رفته بود و گفتمان دینی شده بود معلوز همه این اتفاقات جاهای دیگری کشورهای دیگری هم اتفاق افتاده به انقلاب نیانجامیده آن چیزی که به انقلاب میانجامه شرایط زیادی باید با هم ترکیب بشن من پاسخ سوالمو نگرفتم و اینکه چرا روحانیت توانست تناوب انقلاب رو در دست بیاره بذارید ببینیم آقای فتاپور نظرشون ده. چیه ایوه چون ایوه به نظر ده میاد ده آقای آیاهی هم جواب دادن مون نظر بلی خاص خود خودشون داره بله آقای فتاپور. ببینید کیا باید رقابت میکردند نیروهای اجتماعی سیاسی واقعی کیان همون چهار نیرویی که تو تقسیم بندی اومیشون توی 28 مرداد بودن چپ... نیروهای ملیگران حالا یه نیروی هم اضافه شده روشنفکران مذهبی که مجاهدین و غیره باشن و روحانیت و دربار دربار من صحبت کردم که چی شد فرو که اصل کار اونه یعنی نیروی قدرتمندی که میتونست تحولات و تاثیر بذاره نسبت بقیه خود درباره قدرت نظامی داره قدرت مالی داره قدرت مدیا داره اون ما صحبت کردیم که چرا فرو در مورد بقیه در مورد نیروی چپ دوران جنگ سرد آمریکایی ها برداشتشون اینه که خطر از جانب چپه و باید چپ رو زد و رژیم هم این تصور رو داره حالا حتی شما نگاه میکنید بعد از اینکه این انقدر این فکر عمیق توی رژیم که باید چپ رو جلوش رو گرفت و بقیه خطر نیستند که امروز مثلا خانم فرح لیبا در خاطر یا در فیلمی که پر میکنن هنوزم راجع به اون موقع صحبت میکنن با اینکه اومده روحانیت گرفته هم اتفاق افتادی مرتب تو این فیلم جاهای مختلف میاد چپا اینجوری بودن چپا اونجوری میکردن چپا اونجوری میکردن واقعیت اینه چپا دو تا چاخه که داشتن حزب توده ایران رو ضربه تشکیلاتی سنگین ضربه سیاسی سنگین عملا حضور نداره جریان دیگه چپ جریان فداییان و جریانات دیگه مثلا کنفدراسیون اینا من اینا رو همرو یه پارچه میگیرم چپ جدید چپ جوونتر. این جریان هم به دلیل اینکه مرتب ضربه میخوره و تمام رهبرانش ما سه بار و این سال 50 تا 57 رهبریمون از بین رفت عملا نمیتونه خودش رو تصحیح بکنه تجربیاتش رو جمع بکنه زبان نوع مبارزه نوع برخوردش طوریه که با توده مردم نمیتونه تماس بگیره یعنی ماها تماس نمیتونستیم با مردم بگیریم پایه اجتماعی مخاطب ما روشن فکر بسیار و بعد نیروهای ملی چی؟ در نتیجه وقتی انقلاب مطرح شد ما دانشگاه رو داشتیم خب ولی نیروهای ملی دو اتفاق افتادی یکی در طی سال 50 تا 57 برنامه روشنی در قبال تحولاتی که در ایران شده نتونسته بودن بدن ولی با وجود این پتانسیلند با وجود این دخت ضعف شد ولی ساخت و بافت و نوع مبتشکیلات و نوع روانشناسی رهبری و اینهاشون اینها آمادگی دارن برای یک مبارزه سیاسی برای یک مبارزه انقلابی توانایی ندارن کاری بکنن اگر مبارزه در جهت سیاسی می... چون شرایط انقلابی شده نیروهای ملی چون نیروهای ملی بیشتر در سطح نخبگان فعالیت می بله اینا نمیتونستن اینجا اجزب... نه. اجازه اجزب... اجزب... بدید سوالی دارم به شما یه... حالا مخاطبم هر دو هستن هستن یه تناقض ظریفی اینجا میبینم یعنی حداقل وقتی با هم مقایسه میکنم ببینید به قول آقای آهی کار روحانیت محافظ کاری که توی قوم نشسته یه مح... روحانیت کار سنتی هست که توی قوم نشسته به لحاظ اجتماعی حتی محافظ کاره و اصلا شک داره که کار فقه بیشتر از بخش عبادات باشه همیشه شک داشته اینجا یه خورده ما این و... رفت روحانی داره گلمون میزنه وقتی از روحانی از صحبت میکنیم از کدوم روحانی از صحبت میکنیم از اون روحانی صحبت میکنیم که تو با نشسته یا بلدرسته. از آیت الله طالقانی صحبت میکنیم این یه سواله یه مطلب دیگه هم که از که دوش بیست دوستم آقای فتاپور روش بحث بکنن ببینید همون موقع یه گفتمان جدید اسلامی شکل میگیره که حالا رأس خیلی تیپیکال شکلیش آقای شریعتی اون دوره که دیگه نمیاد روز خونی را بندازه که آی پهلوی فاطمه شکست و غیره میگه فاطمه فاطمه هست بیان انقلابی بهش میده چطور اون میتونه مخاطب جذب بکنه ولی نیروی ملی نمیتونه درسته وقتی گفته میشه روحانیون لفظ واقعا مبهمیه و خصوص در بستر شرایط سیاسی قبل از انقلاب برای همین توی مقدمه من اشاره کردم به روحانیون سیاسی چی میشه که روحانیون سیاسی و در رأس اونها آیت الله خمینی در رهبریت قرار میگیرن آیا نظام سلطنتی که شما روش تکیه میکردید و میگفتید اونها رقم میزدن اوضاع را اگر میخواستن اونها قرار بود جلوی رهبری آیت الله خمینی ایست آیا نظام سلطنتی میتونست کاری بکنه که روحانیت سنتی غیر سیاسی بیشتر گذار بشه راهی بود یا نه اونجوری که آقای فتاپور میگن رادیکال شدن اوزا خواه نخواه برابر بود با رهبریت آیت الله خمینی هر دو درسته یعنی هم این درسته که پادشاه نظام حاکم میتونست نزدیک بشه به روحانیت سنتی که روحانیت سنتی میخواستین رو میخواستن تکیه بکنن به کسی که جلوی روحانیت انقلابی رو بگیره این برای من کاملا روشن بود آیت الله شریعت مداری میگفتن از 9000 طلاب و علمی قوم الان فقط هزار تاشون از اونها هستن منظورشون با آیت خمینی هستن 8000 تاشون اینطوری نیستن و میشه روی اون 8000 تکیه کرد اگر اون 8000 پشتیبانی دستگاه حاکم رو داشتن نداشتن مطلب دوم اینه که دستگاه حاکم نمیذاره یعنی رغبتی نشون نمیده مسئولیت این رو به عهده نمیگیره که این انتقال رو ترتیب بده با انبساط در جایی که انبساط هنوز ممکن بود و بعد وقتی که به جایی میرسه که فقط تو فقط کار امنیتی میشه انجام داد و بعد منقبض شد اونجا بمبست میشه و کارگزاران خودش رو دستگیر میکنه هر چی الان هم در ایران همینطوره انتقالی که انتقال در درازمدت نمیشه در مقابل یه ملت استاد انتقال قدرتی که باید صورت بگیره هرچی بیشتر جلوش بگیرین نزارید به طرق رفرمیستی نزارید با اجماع مردان دلسوز کشور که جمع بشن و سعی کنن به یه فاجه نج... هر هرچی این کار نکنید رادیکال تر میشه شهر کرد این طبیعتش بناسب... و در اون شرایط رادیکال البته خب روحانیت رادیکال هم میاد جای روحانیت سنتی رو میگیره تصور نمیکنید این مقدار پارادوکس بنیادین خود هر نوع نظام استبدادیه یعنی تا یه جایی که خب انقباض ایجاد میکنه باعث انباشت نارضایتی میشه یه جایی بعد به خصوص میشه اینو درباره مقطع 56 به بعد گفت وقتی میاد باز بکنه دیگه اون وقت همه اون خواسته ها باید جواب داده بشه و وقتی همه میشه اون خواسته بخواد جواب داده بشه اصلا خود نظام شاهنشاهی و اون سیستم صالبه به انتفاع موضوع میشه اصلا <applause> یعنی نقد دارید به این نظر آقای آهی که معتقد اون جایی که نظام سلطنتی باید صلابت نشون میداد کوتاه اومد و مثلا تیم سار نصیری رو زندانی کرد و معتقدن شاید در کوتاه نمیمد نظام سلطنتی میتونست خودشون نجات بده شما نقد دارین میگید چنین چیزی اصلا نمیشه چنین مم. چیزی اصلا نمیشه چون یه پارادوکس بنیادی داره اگه از اون طرف بریم به حال انباش نارضایتی رو انقدر زیاد میکنیم که دوباره به همون نقطه میرسیم اگه از این طرف بریم که بازش بکنیم چون رهاش کردیم به نقطه رسیده که دیگه غیر قابل بازگشت شده آره واقعا سیاست... مسئله زمان تو سیاست خیلی مهمه شما ب... وقتی زمان از دست بدید دیگه دادید یعنی واقعا همین آقای فتاپور هم ازش میخوایم نظرش بده واقعا اگر در همون مقطع سال 56 و 7 که مثلا تیم سار نصیری رو زندان کردن مسعود رجوی آزاد شد ایشون آزاد شد از زندان سال 56 اگر 56 بله اگر اون موقع نظام سلطنتی به گفته ای شما کوتاه نمیمد با سرعت میساد واقعا میتونست خودش رو نجات بده و یا لاقل مانع رهبری روحانیت سیاسی رو بگیره میشد واقعا نهای باستانی میگویند که یه پارادوکسی وجود داره یه نظام آقای بوستانی بله. آقای یک پارادوکسی وجود داره یعنی یک نظامی که حکومت فردی هست نمیتونه این کار رو انجام بده شما الان تمام پادشایی مدرنی رو که در دنیا نگاه بکنید کشورهای پیشرفته دموکراتیکی یه روزی استبدادی بوده یه جوری خودشون تبدیل کردن به دموکراسی. شیلی که آقای فتاپور مثال زدن یه دیکتاتوری بود به اسم پیناشه میاد و باز میکنه و اون باید فرصت داشته باشه این کار زمان لازم داره باید که در یه شرایط خیلی مشکلی قرار میگیرین با تدابیر امنیتی باز این امثلاش زیاد هست توی دنیا که میتونن یه مقدار زمان بخرند منتها تو اون زمان باید این انتقال قدرت رو اجرا کنن چرا نتونن اتفاقا نظام های دیکتاتوری ساده میتونن این کارو بکنن چون نظام های توتالیتر هستن که نمیتونن این کارو بکنن یعنی <متصفح> معتقد یعنی جالب این یعنی معتقد هستید در سا... همون هولوش سال 56 نظام سلطنتی باید با دست آهنین زمان می خرید و در طول این زمانی که خریده ریفور می کرد چنین چیزی مقدور آقای فتاپور شما من, من این ارزیابی که آقای آهی می دند و آقای ثابتی به خصوص دفاع می کنند آقای ثابت در کتابشون این عملی نبود دیر شده بود پس معتقد 56 به بعد دیگه نابوزی 56 به بعد کار دیگه, دیگه. دیگه ای میشه کرد من یه مثالی بزنم به خاطره بگم شاید خیلی کوتاه که به آقای زینواد من یه خاطره بگم در مورد خودمون یعنی بون نیروهایی که میخوایم بیایم بتونیم مثلا مشارکت بکنیم در هر طرف سیاسی من زندان بودم 56 یه هفته قبل از آزادیم یک سال بود زندانم تموم شد و آزادم نمی‌کردن تو همون سیاست از 53 سی تا 56 یعنی نبود که منو عفو بدن آزاد کنم بعد منو آزاد می‌کردن من یعنی همه زندانیا رو همه رو نگردشته بودن یه هفته قبل شاید تهرانی که بازجوی من بود اومد پیش من گفت های فتاپور میخوایم آزادت کنیم میری بیرون برو کار سیاسی کن ولی اگر بری طرف سازمان های مسلح تو خیابون میکشیمت دیگه نمیگیریم بیاریم اینجا شکنجه بدیم و سلیب سرخ بیاد بگه چیکار کردی همون تو خیابون میکشیمت اگه بری طرف اونا طرف سازمان های مسلح, مسلح. خب میدونستن که من فدایی بودم دیگه به معنی فدایی زندان من اومدم خب این بهترین حرف بود برای بنده چون ماها سازمانمون معتقد بودیم مبارزمون علیه دیکتاتوریه به محض اینکه دیکتاتوری فضا یه زمین باس کنم ما مصله رو میذاریم کنار اعتقادمون این بود خب این یه بلو صار سیاسی بگم من بعد کلامم ریزم هوا ما اومدیم یک ذره این حرفو جدی نگرفتیم من روزی که آزاد شدم از زندان اوین را افتادم اومدم 24 اسفند یعنی 24 اسفند اون محکه لمیدونه انقلاب امروز بالی. اومدم اونجا رفتم یه روزنامه گرفتم دیدم نوشته که آه... هویدا رفت آموزگارو massacre کرد درست همون روز من آزاد شدم من ورداش یک دوستی که با هم آزاد شدیم روزانه انداختم جلوش نکنم با آموزگار میخوان فضا رو باز کنن یک ذره اعتماد نبود این فضا اگر اون روز به جای آموزگار آقای بختیار بود یا آقای امینی بود هنوز 56 اوزا وجود داره این امکان یعنی معتقد حتی اون موقع امکان کنترل اوزا بود اصلا کنترل در اوزا در کنترل داشت بله. ولی سال 57 اگر می‌خواست این کار بشه دیگه نمیتونست با رژیم همش رو بکنه از شهریور پنجا و دیگه تمومه اون نکاتی که شما میگید از شهریور پنجا و هفت دیگه 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 پنجا و من قبول دارم بزه... بزه دا دا داور داور سوال رو بگن برای اینکه نه ببینید من هنوز برای این موضوع پافشاری میکنم که روحانیت تنها پایگاه بود و تنها گزینه بود که میتوانست رژیم پادشاهی رو سرنگون کنه استدلال ها و دلایل و مستندات زیادی هم برای این موضوع دارم ببینید شما با تبعید آیت الله خمینی یا کشتن آیت الله سعیدی بازار تهران تعطیل میشه حتی برای طیب رضایی آیت الله شریعت مداری کلاس درس رو تعطیل میکنه اما برای اعدام و کشتن نیروهای چه و یا حتی ملی بازارش عکس نشون نمیده یعنی یه پایگاه قوی اجتماعی رو روحانیت داره وقتی که ایشون میفرمایند که چیزی به جز روحانیت نمیتونست اون رژیم رو ساقت, ساقط بکنه درسته ولی این دلیلی نمیشه که روحانیت میتونست یا حتی اکثریت روحانیت میخواست نظام رو ساقت بکنه باز هم عرض میکنم داستان انقلاب ایران داستان فردی است که همه چیز رو کنترل میکرد تمام این میز سیاست ایران روی یک پایه قرار گرفت و یک دفعه اون پایه را قطع کردین سال آخر اون تصمیم گرفت تصمیم نگیره و در چنین شرایط معلوم این می سقوط میکنه حالا باید دلیل بیماری پادشاه بود تکیه بسیار زیادیش به آمریکا بود و پادشاه فکر میکرد که من لحظه ساعتی که آقای خمینی از عراق خارج شدن رفتن به کویت مشغول صحبت با پادشاه بودم هنوز کاخ سعدآباد بودن نیاوران نرفته بودن و تلفن سفیدی بود زنگ زد گوشی رو برداشتن اون موقع در چه پستی یا مسئولیتی یا با چه عنوان شما یک دانشجویی در... بودم اونطا دائم خیلی نزدیک بود به ایشون و چون در آی آی اس اس لندن تحقیق می‌کردم شاه علاقه من بودن که بدونم نظر من چی از لابد نمی‌دونم به چه دلیلی هیچ, هیچ مقامی نداشتم بله. و به شدت نگران بودم و به شدت نگران انقلاب بودم و به شدت نگرانی بودن که مردان سیاسی ایران اصلا نمیدونن انقلاب یعنی چی آقای عبدالله ریاضی بعدا دیدیم لندن هست برمیگرده ایران فکر میکنه انقلاب فقط عوض شدن کابینه وقتی ها با کابینه بازگانه نمیدونن چه بلایی سر همشون میاد اگه میامد خب کاری نمیکردن که در نتیجه دیدیم به ضرر همشون و به ضرر کشور تموم شد این رو من سعی میکردم این وجدان رو آگاه بکنم ولی معتقدید شاه زیر بار نمیرفت و عامل اصلی رو این می دونید. بله بله و میگفتن دلیلش هم این بود که میگفتن یه یه بارم از من پرسیدن که آخه ایران رو نگاه کنین نقشه ایران کجا قرار گرفته شوروی کجا هست آمریکایی اگه حمایت نکنند نمیشه من همین رو بردم پلو آقای کیسینگر گفتم پادشاه میگن که اگر اینجوری عمل نکنن شما پشتیبانی کافی نخواهید کرد کیسینگر گفتش که آیا ایشون فکر میکنن اگه شل بیان و قدرت از دست بدن ما از ایشون پشتیبانی میکنیم من این همین جواب رو بردم برد. به پادشاه این سوال آقای زرین آباد به شما جواب برای اینکه در تایید اون چیزی که آقای زرین آباد میگه یکی از رهبران شما در اون موقع بیژن جزنی. بی جزنی در کتابش درباره تاریخ ایران در دهه چهل گفته بود که روحانیت یک وزنه قوی در جامعه ایران و حتی اسم آیت خمینی رو برده بود بله صحبت آقای این بود حرف درستی است یک وزنه سیاسی جدی است این اسلامگره ها در ایران یک وزنه سیاسی جدی هستند وزنه بلا منازه نیستند یعنی در 28 مرداد 15 سال قبل از انقلاب بهمن ما میبینیم تحولی در ایران اتفاق میفته انقلاب مشروطیت خیلی قبله تحولی در ایران اتفاق میفته چهار تا نیرو میان آی کاشانی خیلی مهمه اینکه ایشون طرف مصدق رو میگیره سی تیر اتفاق میفته اینکه ایشون طرف حکومت رو میگیره 28 مرداد راحت عملی میشه یعنی نقش مهمی داره در کودتای 28 مرداد حمایتی که آی کاشانی میکنه از علیه مصدق بله. روحانیت حتما نیروز ولی اون چیزی که در ایران اتفاق افتاد بلا منازع شد اگر تحول جور دیگه ای پیش می رفت مثل اون تحولات سیاسی که در جریان سی بود روحانیت هم یکی از نیروهای جدی صحنه بود و در کمکان متقدید رادیکال شدن اوزا باشد وضعیتی میشه که در سال 57، در سال 57، نوع مبارزه جوری میشه که اولا روحانیت رادیکال نبود. یعنی روحانیت در تمام دورانش نیرو رادیکال هستند خمینی هم نیست بله خمینی آقای بروجردی که در تمام دوران اصلا میگه تو سیاست شرکت نکنید داره فقط تشکیلات می‌سازه برای یه زمان مبادایی خب بر همون اصل تقیه و اینکه امام جعفر صادق و دیگران در اون دورانی که اوضاع خراب بوده رفتن تشکیلات ساختن کار تئوریک کردن که بارها قهر کرد به خاطر رفتارهای شاه بازگشت دوباره به نجف رفت یک بار ولی میگم نظرشون ولی تقابلی بین اینها وجود نداشت این اجازه بدید تموم بشه من عرض کنم خدمتتون در سال 54 دو تن از اعضای سازمان مجاهدین به نجف رفتن و با آیت الله خمینی دیدار کردند بله. آیت الله خمینی حاضر و همکاری با اینها نشد به دلیل چی چون پایگاه خودش رو قوی میدید درست بوده درست بود ارزیابی شد ببینید در این زمینه اون چیزی که اتفاق افتاد سال 57 من مقایسه دیگر نیروها رو مقایسه کردم تشکیلات روحانیت تشکیلات داره نیروی جدی داره تا قبل از سال 56 خمینی هم سیاستایی که میگه مطالباتیه، نصیحت میکنه بله. نظر ولی فقیه رو داره از قبل ولی اون در... در تمام دوره 745 در دوره ای که میگه شاه مطالبهات آن دوره‌ای که میگه شاه برود دوره دوره‌ای که میگه شاه برود مال دوره آخره سال 51 مال دوره آخره که شاه برود رو مستقیما دیگه میاره و هیچ سازشی رو نداره در این دوران در این دوره تشکیلات دستشه و در اون مقطع نیروی اجتماعی داره درست کاملا نیروی اجتماعی جدی داره تشکیلات داره دیگران رو گفتم که تا چه موقعیتی هستن چرا نیروهای مذهبی شهری در موقعیت غالب قرار این سوال سوالی که ایشون کرد آقای بوستانی که غیب. میخوام بی جواب نمونه برای اینکه دکتر شریعتی فولاد مهم بود مجاهدین وزنی بره. بودن به قول شما در دانشگاه ها اینها بودن که یادگیری میکردن چرا بله من سال 52 مثلا مثال 51 که من دستگیر شدم در دانشگاه فنی انتخابات شد انتخابات دانشجویی صورت گرفت ما که طرفدار چریک فدایا بودیم به اسم فوق برنامه اونجاش کاندید شدیم طرفدار مجاهدین به اسم کتابخونه اسلامی آقای علی زرکش و دیگران بودن ما 300 تا رأی بردیم و 250 تا منفردین که بقیه بودن 5 رأی و 10 رأی بودن تعادل نیرو در یک شومگین اینجوری دانشگاه در دانشگاه نیروهای روشن فکر مذهبی که مجاهدین باشند و آی شریعت میشه تو روشن فکرها و دانشجوها بسیار نیرومندند در تمام دهه 50 چپ و نیروهای روشن فکر مذهبی دانشگاه رو دارند نیروهای روشن فکر مذهبی که میتونستن رقابت بکنن این پتانسیل رو داشتن حتی در سال 57 رقابت کنن ضربه سنگین سیاسی که خوردن تغییر ایدولوژیک سازمان مجاهدین بود وضعیت تغییر ایدولوژیک سازمان مجاهدین در درون روشن فکران مذهبی تعادلی رو عوض کرد من تو زندان بودم قبل از سال پنجا... قبل از این تغییر ایدولوژیک ما با نیرو مجاهدین به کنار حتی با دیگر نیروها با آقای رفسنجانی و لاهوتی و آقای منتظری و اینها ما مناسبات داشتیم طرفداران رادیکال روحانیت که بعدم قدرت رو گرفتن که آقای لاجوردی باشه و جریان همین جریان مختلف و اینها باشن اینا با ما حرف نمی زدن اگر ما دستمون میخورد به یه دونه بشقاب اینا میبردن کور میگرفتن میگفتن نجس شده رابطه اون با ما این شکلی بود یعنی اینها اصلا ما رو آدم حساب نمی‌کردن و بعدم به همین دلیل این برخورد تو از همون زمان اینجوری بود با مجاهدین هم همین رابطه خصمونشون از اون زمان بود این برخورد خشنی بله. که لاجوردی یک... من از زندان اومدم 56 بیرون درست روزی که اومدم رفتم دانشگاه فنی که وضعیت قبل از تغییر ایدولوژیک سازمان مجاهدین این شکلی بود اونجا دیدم اصلا قبلش ما طرفدار روحانیت نمیدیدیم تو زندگی شریف همه مجاهد بودن در طرفدار شریعتی سال 56 که من اومدم دیدم اکثرا اصلا رو مجاهدین و طرفدار شریعت مدری اقلیت شدن همه این, این چرخش در, در درون روشنفکرا در این موضوع در به سنگینی زد به نظرم یه مقداری هم سوال اصلی برنامه به شکل ظریف به شکل ظریفی خود گم شده درسته دیگه از سال 57 به بعد مشخص بود که شاه رفتنیه و انقلاب داره میاد بهمن انقلاب داره فرور میریزه یعنی ما میایم درباره سقوط شاه بحث میکنیم میگیم که حالا با, با توجه به نظر شما دیگه اشناب ناپذیر شد ولی توافق یک حکومت اسلامی داره همین میگه مد در شدت از کجا حاشیه نظام حاکم یه بریم بعد از روحانیت یک تفوقه دیگه تفوقه دیگه روحانیت رو من مثال گفتم وقتی تحول اینجوری رفت در 57 روحانیت توافق پیدا کرد دلایلش رو هم کردم در مقایسه با نیروهای دیگه بگم که دیگران نمیتونستن ولی یه چیز هنوز قطعی نیست و اون هم انقلابه یعنی قیامه در این تحول کاری که ها به طور مشخص هویزر سعی می‌کنه بکنه بله. اینه که تحول از بختیار به بازرگان صورت بگیره روحانیت بیاد در رأس قدرت قرار بگیره ولی ارتش حفظ بشه ساختار دولتی نظام اسخاط نشه. نظام بله. بله. چیزی که قطعی نبود و حتی روحانیت هم نمی‌خواست اصلا هیچ کس نمیخواست. اتفاق افتاد قیام 21 بهمن بود در قیام 21 بهمن تمام ساختارا فرو پاشید و این فرو پاشی به نیرویی که هژمون بود اصلا همه کار دیگه, دیگه, دیگه بگیره بکنه این یه مقدار بحث ما رو بهتر می‌کنه آقای کریمی چون ما تا الان بیشتر کامل درباره روندها صحبت کردیم ولی یه جایی هم لازمه برای سیاست ما درباره رخدادها صحبت بکنیم به خصوص در انقلاب در ها انقلاب مهم هن. کاملا درسته آیه آهی آه ای در همون شهریور 1357 که آقای فتاپور راجع صحبت میکنن حادثه میدان جاله نیروهای ملی هم فراخوان اعتراض و راهپیمایی داده بودن شاید اگر اشتباه نکنم همون روز قبل یا همون روز ولی کسی بهشون جواب اونچنانی نداد و وقتی به فراخان آیت الله خمینی جواب داده شد و به کشتار حادثه میدان جاله منتهی شد کمابیش دیگه همه میدونستن که حرف اول رو آیت الله خمینی میزنه شما یه جایی قبلا با من صحبتی داشتید گفتید که حتی بعد از اون هم نظام سلطنتی میتونست خودش رو نجات بده گفتید که فاز سیاسی هست فاز امنیتی هست و فاز نظامی حتی بعد از اون هم میشد از طریق نظامی کاری کرد که اوضاع این چنین نشه آیا میشد واقعا؟ به نمیشه گفت ولی همونطوری که آقای بوستانی گفتن یه مقداری هم به رخدات ها بپردازیم نه این روند ها آقای پایناتوفسکی وزیر کشور فرانسه نامه میویسه برای شاه که اگه میخواهید آقای خمینی یه جوری ناپدید بشن این وقتی که آقای خمینی در نفلوشن در پاریز هستن بله حالا فرض کنین اوائل کار اواخر کار دیر شده بود فرض کنین اوائل کار که تازه آقای خمینی رفته بودن همچی چیزی میشد دیگه اثری از آثار حال نمیدونیم بردنشون این کشور آفریقایی ای چی اثری از آثار ایشون نه آه، آه اون موقع وقت طبق سنتی که خیلی دراز هم هست توی اسلامیان به خصوص اون وقت تبدیل به شهید زنده نمیشد یعنی یه رهبری که خب... خب بیشتر این نظرش این اینه که شهید زنده اگر میشد رهبر انقلاب نمیشد منظور شدید بله یعنی خب حسین هم... هزار جور تفسیر میگرفت و بازم انقلاب پیش میرفته دیگه امام حسین هم شهید شد ولی بله خب یزید سلطان موند نه چنین شد اینو الله موسایی صدر که اونم ناپدید شد بله یعنی وقایع خاص میتونستن رقم بزنن شرایط رو به شکل دیگه مطمئن هستیم آقای فتاپور به هایزر اشاره کردن شاه میگفت پادشاه میگفتن هویزر... هایزر هایزر نمیگفتن اه... یه مشکل مش... مشکل واقعی فاکتور بسیار مهمی این بود که توی آمریکا آقای جری رفشون که اه... مسئول کارهای رسانه آقای کارتر بود بهش گفتش که با این مسئله ایران زیاد نزدیک نشد دور باستا برای اینکه در اخبار ساعت هفت همچین خوشایند نیست هرچی که تو بگی راجع ایران کارتر تصمیم گرفت تصمیم نگیره برابر این هایزر وقت که میاد ایران و اون پروژه میخواد عمل بکنه دو دستور عمل میگیره یکی از کمپ آقای برژنسکی که محکم واسطا پشت آقای بختیار ام و ارتش و یه پارچه نگه دار یکی هم از دستگاه وزارت خارجه و سایر که نه بیاین صحبت بکنید با آقای بازرگان راه انتقال رو فراهم بکنید یه آدم نظامی با دیسیپلینی که سلسله مراتبی با باید داشته باشه و بگن چگاه بکنی در اون مرحله حساس برای ایران، برای آمریکا، برای جهان دو تا تصمیم متقا... متناقض اشاره بشمیده. کردن به شاپور بختیار آقای فتاپور فکر میکنید دکتر بختیار واقعا شانسی داشت میشد شانس. کاری کرد که بتونه داشت. این انتخاب رو انجام بده آقای ش... بختیار معتقده که داشت بله میدونم آقای شاپور بختیار یعنی تحولی از تیپ شاپور بختیار بله. قبل از تابستون 57 شانس داره در ایران یعنی اگر این اتفاق قبل از اینکه که حالت انقلابی دیگه جامعه رو فرا بگیره شانس داره ولی در اون مقطعی ای که ایشون اومد شانسی نداشت یعنی این... ولی یک نظری هست یک نظری هست که فوق قابل مکسه میگه که بعد از 28 مرداد گفتمان 28 مردادی چنان مهر خودش رو بر فضای سیاسی زده بود که کاری از جانب اونها که میتونستن انتقال آرام انجام بدن بر نمی اومد. یعنی 28 مرداد به کلی قطبندی کرد جامعه ایران رو نیروهای چپ نیروهای مذهبی اینها رو به این نتیجه رسوند که این نظام بر آمریکا متکی است و اگر هم بخوایم کاری بکنیم به شکل مسالمت میز به کودتا خواهد انجامید پس رفتن برای ساقط کردن نظام بله در چنین شرایطی آقای بختیار واقعا شانس ببین ببین در مورد اینکه شانس داشت یا نداشت خب این اتفاق افتاده دیگه لازم نیست ما بقیه بحثامون که اگر جور دیگه‌ای میشد فرضیه است بله طبیعتا بله. ما در مورد بله اون چیزی حرف که می‌گیم که فرضیه است ولی بله ببینم ک... ایشون که اومده و نتیجه‌اشم معلوم شده خب شانس نداشت دیگه همه نیرو در مقابلش قرار گرفت شانس نداشت مثلا نیروهای... اگر نیروهای ملی دیگه از اونطور بختیار حمایت می‌کردن در سال 57 همونطور که شما در اعلامی جپ ملی گفتید همونطور که من در مورد نیروهای چپ توضیح دادم تعادل نیرو در جامعه بگونه ایه که دیگه اینا مجموعهشون حریف خمینی نمیشن دیگه تموم شده اینا همه قبلش میتونست باشه که این تعادل نیرو به اینجا نرسیده بود نیرو توده مید این همه توده در سال پ... نیه بود توی صحنه این اتفاق در قبل افتاده بود در اون زمان نمیشد نکته ای که گفتم فقط میشد درسته که هایزر و دیگران دستور متفاوت داشتن ولی یه سیاستی پیش رفت مذاکره شد مذاکری که با بهشتی صورت گرفت و با میناچی اون تو به خصوص آقای بهشتی صورت می مذاکرات جدی که صورت گرفته بود مسئله جابجایی قدرت توش توافق شده بود یعنی این که بدون ساقط کردن بدون و کار... مهم ارتش حفظ بشه بله. یعنی ارتش بمونه سر جاش آقای بختیار بده کنار با ما حتی خودمون سازمان چریکای فدای خلق که در حاشیه صحنه هستیم روز 21 بهمن من در خاطراتم نوشتم ما جلسه کمیته مرکزی داریم بحثمون اینه که موقعی که آقای از فردا صبح کرد یه هفته دیگه که بختیار میره کنار بازرگان میاد بابا موزه سیاسیمون چی باشه اون قطعی بود که این اتفاق داره میفته یعنی حتی ما که میگم در حاشیه بودیم دیگه همه ده. روشن بود چیزی که اتفاق افتاد چیزی بود که نه خمینی میخواست نه اه... کسی میخواست و انقلاب شد یهو یعنی این اینی شما که ها می‌خواستید ما که رادیکال بودیم ولی ما نقشمون در حد معینی بود بلد. ما در مساله قیام شرکت کردیم فعالم شرکت کردیم خمینی هم اونجا میگفت آقای هنوز امامو که جهاد نداده بیام در اون شرایط اتفاق افتاد و فروپاشی فرو پاشی بلد. این که نکته ای که فقط میتونست در بعد از شهری برای میگم این که میتونست تحول صورت بگیره طرفداران خمینی در رأس قدرت قرار بگیرند ولی ارتش و سیستم حکومتی حفظ بشه و اینها در روندهای بعدی به عنوان نیروی مقاومت در مقابل پروسه ها عمل بکنن این عملی بود کاملا و این رو این شد به این دلیل معینی که این دلیل حادثه معینی که آقای, آقای فتاپور, فتاپور نگاه فردی است اما اینکه آقای فتاپور میگن آیت الله خمینی هم چیزی رو نمیخواست یعنی انقلاب نه آیت خمینی سال 51 در یک گده که یه رسم روحانی است میگه شاه باید برود و آیت الله خویی از این استدلال آیت الله خمینی ناراحت میشن یعنی واقعا دیگه هاش رو توی کفش کرده بود که شاه باید برود و انقلاب که شد اگر آیت الله خمینی حکم جهاد نداد چون روحانیت اهل خشونت نبود ضمناً آیت الله خمینی نمیخواست روحانیت به قدرت برسه سال و سال 57 و باعث شد که آیت الله خمینی از قم برگرده تهران بس. و قدرت رو به روحانیت بده من اصلا نیروهای چپ رو ببخشید اینو میگم در معادلات سیاسی ایران نمیتونم حساب بکنم ملی ها و روحانیت یعنی روحای مذهبی رو میتونم بیارم نیروهای چپ رو نمیتونن بیارن بله آقای فتاپور خودشون هم گفتن که در حاشیه بودن مانم. یه بیانیه دیگه از اون چیزی که شما میگید من حاشیه بودم این رو من تصحیح بکنم نیروهای چپ در ایران در دشت روشن فکر و در دانشجوها نیرو غالبن در مقطع انقلاب در مقطع انقلاب بعد از انقلاب بعد از انقلاب هم دلیلش اینه چون این دیگه فرضیه نیست که بودم حدس میزنه تو دانشگاه انتخابات شد تو در او دوره‌ای که بله. روحانیت در اوج قدرت 80 90 درصد مردم دنبالشان در دانشگاه پیشگام برنده شد دومم هم, هم سوم داره بله ولی اون در. فقط دانشگاه است آقای خطا ولی در کل جزب... جامعه حرف شما درسته در کل جامعه 500000 تا دانشجو در مقابل 20 میلیون خب نیرویی نیستن دیگه اگر همین بحث رو به شکل یک سوالی بپرسیم که ختم برنامه هم باشه میخوام جوابتون رو خیلی کوتاه بگیرم که رهبری روحانیت در انقلاب ایران به این ترتیب به دلیل فقدان نیروهای سیاسی دیگر بود یا اینکه نه واقعا ناشی از توانایی خود روحانیت بود ممکنه بگید کم و بیش به یک نتیجه میانجام ولی از اینا دو تا نتیجه متفاوت میشه گرفت کدام یک از اینا بود توانی... توانایی روحانیت یا فقدان نیروهای سیاسی دیگر جواب بدم من. روحانیت توانا بود تشکیلات داشت توده مردم رو داشت نیروی جدی سیاسی بود نیروهای دیگه در پروسه تشکیلاتشون ضربه خورده بود دلایل مختلف رو توضیح دادن، به خصوص چپ ها و در نتیجه اونها در موقعیت 57 56 در مقابل روحانیت ضعیف بودن آه ای آه ای در مورد مل... ملی ها و مذهبی ها نوع ملی ها و جریان روشن فکری مذهبی نوع تحولی که پیش رفت اونها برای اون تحول در مقابل روحانیت آمادگی نداشتن آقای آه آهی روحانیت در بدن جامعه وجود داشت ولی نهاد انقلابی نبود جستا و گفتمان انقلابی را دوستان چپ یاد گرفت بسیار خوب خیلی ممنونم به آخر برنامه این هفته پرگار میرسیم ممنون از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمانهای برنامه شهریار آهی، مهدی فتاپور، کیانوش بوستانی و احمد زرین آباد. از طریق وبسایت ما به آدرسی که روی صفحه ظاهر شده میتونید برای ما ایمیل بفرستید در همین وبسایت نسخه تصویری به همینطور پادکست یعنی نسخه صوتی برنامه ها در دسترس شماست و اگر گمان میکنید چیزهایی ناگفته مونده و دوست دارید همین بحث رو ادامه بدید به فیسبوک ما سری بزنید شب و روز بر همه شما خوش